بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة كافرون كي إن سورة در مكة مكرمة نازل شده است و 6 آيات دارد. الله سبحانه وتعالى می فرماید: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای پیامبر بگو: ای کافران، من نمی پرستم اون چرا که شما می پرستید و شما نیز نمی پرستید اون چرا که من می پرستم و نه من پرستش اون چرا که شما پرستش کرده اید خواهم بود و نه شما پرستشگری اون چرا که من می پرستم خواهد بود. بنابراین آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم است. قل یا ایها الکافرون، یعنی آشکارا و با صراحت به کافران بگو آنچه را که شما می پرستید پرستم، یعنی از هر چیزی که بغیر از الله تعالی می پرستند در ظاهر و باطن دوری کن، یعنی از هر چیزی که بغیر از الله تعالی می پرستند در ظاهر و باطن دوری کن و شما نیز نمی پرستید آن چرا که من می پرستم، چون شما عبادت خود را خالصانه برای الله انجام نمی دهید و پرستش شما برای الله همراه با شرک است و عبادت نامیده نمی شود. پس این را تکرار کرد تا بر دو نقطه دلالت نماید: اول بر نبودن کار و دوم بر اینکه این حالت همیشگی است. بنابراین میان دو گروه فرق گذاشت و هر دو را از هم جدا کرد و فرمود: برای شما دین شما و برای من دین من. همان طور که الله تعالی فرموده است: بگو هر کس به آیین خودش، به دین خودش عمل میکند، شما از آن چی من انجام میدهم بیزار استید و من از آن چی شما میکنید بیزارم.